به عید و جشن نشستیم، چرا؟ زیرا هر عید یادآور یک بازگشت است. بازگشت به طبیعتی و به فطرتی، بازگشت به ناموسی و خلقتی. و چندین عید امروز در هم رفتند، قران کردند، مقارن یک دیگر واقع شدند. اول از همه عید بزرگ مقاومت، 30 خرداد، عید ایستادگی ملت چپاول شده، ستم زده، گنگ که زمین و زمان بر آن شوریدند تا 2 مرتبه پیت و بند به دست و پاش بزنند. اما خروش آزادی و خروش مقاومت هرگز هرگز نخواهد مرد. هیولای پلید جماران نخواهد توانست اراده چنین خلقی رو در هم کوبه. فرزندان این میهن بیدار و هوشیار آمادند و برای همین امروز عید گرفتیم، عید 30 خرداد، عید مقاومت. بر همه شهیدان، بر همه رزمندگان و بر همه اسیران مبارک باد. عید دیگر به مناسبت سرآغاز مقاومت، عید شهیداست، عید شهدا و زندانیان سیاسی، عید اونهایی که پرچم شرف و عزت و افتخار یک خلق در زنجیر رو بر دوش کشیدند با پاهای شماجین، با سر و سینه سوخته، با قلب شرح شرحه و مغزهایی که خمینی بر اون تیر خلاص زده است، در حقیقت تیرهای خلاصی خودش رو، تیر خلاص شدن خودش رو و تیر به عبارت دیگر خلاص شدن ملت ما رو از شر وجود خودش. فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس علیها، لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. پس روی خودت رو بگردان و سمت و سو اتخاذ کن به جانب آیین پاک یگانه پرستی و یکتا پرستی.